دونالد ترامپ این ادعا را که رئیس جمهور فرانسه از طرف جی 7 پیامی برای رژیم ایران فرستاده است تکذیب کرد. وی گفت من سر این موضوع صحبتی نکردم. به دنبال سفر جواد ظریف به محل برگزاری اجلاس جی 7، صدر اعظم آلمان اعلام کرد دیدار ظریف با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه ارتباطی با اجلاس جی 7 ندارد. نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد: دعوت از جواد ظریف به محل اجلاس جی 7 برای دونالد ترامپ و سایر رهبران این اجلاس توهین‌آمیز است. این دغل‌کاری و کاری بسیار ناصادقانه بوده است. کاخ سفید اعلام کرد روز دوشنبه در پایان اجلاس جی 7 در فرانسه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با امانوئل ماکرون شرکت می‌کند. سناتور تد کروز عضو سنای آمریکا همه شهروندان آمریکایی را فراخواند از سفر کردن به ایران خودداری کنند، چرا که رژیمی حامی تروریسم بر آن حاکم است، رژیمی که شهروندان آمریکایی را به گروگان می‌گیرد و در پی دستیابی به سلاح اتمی است.